أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. گرچه این حرمت به این ذوات و اعیان تعلق گرفت، ولی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، از اسناد حکم به یک ذات اون وصف مترقب و فعل مترقب به ذهن می آید. گذشته از این که آیه قبل درباره نکاح بود، تمود ولا تن که هو ما نکه آبا او کن، معلوم می شود حرمت علیکم امهاتکم یعنی هی مسئله زناشویی، عقد، نکاح، این گونه از امور است. پس به دو دلیل منظور از تحریم این انزواج تحریم نکاح و ازدواج اونهاست. یکی این که ظاهر از اسناد حرمت به این زواج اثر متوقع از اینهاست، نظیر اسناد حرمت به میت و دم که منظور اکل این هاست، چون اثر متوقع است. دلیل دیگر آن است که سیاق بحث سیاق نکاح و ازدواج بود، چون در آیه قلب فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. این یک مطلب دیگر آن است که این حرمت که به این امهات و ذوات دیگر تعلق گرفت، چون کلمه نکاح در این باب کار نرفت، اون نظام مطرح نیست که آیا منظور نکاح لغوی است یا نکاح اصطلاحی یعنی عقد، بلکه هر گونه تماس زناشویی با اینها حرام است. بنابراین چهار صورت را زیر پوشش دارد. یکی این که به نحو عقد دائم باشد حرام است، به نحو عقد انقطاعی باشد حرام است، به نحو ملک یمین باشد حرام است، به نحو تحلیل باشد حرام است. راه‌های حلیت که این عناوین چهارگانه است، زیر پوشش این حرمت علیکم امهاتکم و مانند اون مندرج است، زیرا کلمه نکاح به کار نرفت تا بگوییم آیا نکاح لغوی مراد است یا نکاح اصطلاحی مراد است و مانند اون. مطلب بعدی آن است که این امهات معلوف واسطه به بلا واسطه همشان می‌شود، چون که در بحث دیروز گذشت یعنی مادر، جده و مانند اون. سوم آن است که گاهی مادر حقیقی نیست، ولی مادر تنزیلی است، یعنی نه مادر نسبی است و نه مادر رضایی، ولی مادر تنزیلی است. نظیر اون چه که در سوره مبارکه احزاب آیه ششم بیان کرد، فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه و امهاته. این یک تنزیل است، توسعه موضوع است به نحو حکومت. اگر آیه شش سوره احزاب فرمود و از واجه و امهاته و آیه محل بحث سوره نساء هم می فرماید حرمت علیکم امهاتکم، پس زنان پیغمبر بر امت حرامند. و این آیه در صدد بیان محرمات است، نه در صدد بیان محارم. اونجا که زناشویی حرام است، نه اونجا که شخص محرم است. در این 13 گروهی که این آیه یاد میکنند که 7 نسبی است و 2 رضایی است و 4 بالمصاهرت و سبب است، جامع این عناوین 13 گانه حرمت نکاح و ازدواج است، نه محرمیت. نشانش آن است که جمع بین اختین یکی از این عناوین 13 گانه است، در حالی که اخت و زوجه نکاح او جمعاً حرام است ولی اصلا محرم نیست.
پس آیه در صدد بیان محرمیت و بیان محارم نیست، در صدد بیان حرمت نکاح است. و آیه 6 سوره احزاب که فرمود و ازواجه و امهاتهم، وقتی صغرای این کبرا قرار بگیرد از او حرمت ازدواج فهمیده می شود، خواه ازدواج موقت خواه ازدواج دائم، خواه اگر یه حادثه پیش آمد به عنوان ملک یمین یا تحلیل، به هر عنوانی از این عناوین چهارگانه همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر امت حرامند. ولی اون تنزیلی که درباره هست امیر هم وارد شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، اون این لسان تنزیل را ندارد. او پیداست که همون ابوت معنوی رو میخواد بیان کند، نه ابوت فقهی را. اینجا این آیه 6 سوره احزاب در صدد بیان حکم فقهی هم هست، گرچه همین حکم از بعض از آیات دیگر استفاده میشود که فرمود حق ندارید ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده. یه آیه دیگری هم هست که نکاح با همسران پیغمبر را حرام کرده است. این که در بعضی از قسمت‌های تاریخی از هست امیر سلام الله علیه بعد از جریان جمل و اون جنگ خونین حضرت به اون زن هشدار داد، فرمود به این که اگر دست از این کارها بر ندارد من او را طلاق میدهم، یعنی اون حکم فقهی را میگیرم. این حرمتیست، یک عظمتیست. وگرنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرد و الان سالهاست که بیش از 20 سال است از رحلت پیغمبر گذشت. اینکه حضرت امیر بفرماید من این زن را طلاق میدهم، یعنی زن پیغمبر را طلاق میدهم، یعنی اون حکم فقهی را برمیدارم. یک عظمتی است برای زنان پیغمبر، این یک شأنی است که اسلام به این زنها داده است که کسی حق ازدواج با اینها را ندارد. فرمود من این قداست را ممکنه بردارم، راجع به اون است که فرمود من طلاق میدهم، یعنی این. به هر تقدیر گرچه بعضی از آیات دیگر دارد که حق ندارید با زنان پیغمبر بعد از مرگ اینها یا بعد از طلاق اینها ازدواج کنید، ولی از آیه 6 سوره احزاب صغرای قیاس استفاده می شود و از آیه محل بحث سوره نساء که فرمود حرمت علیکم امهاتکم کبرای قیاس استنباط می شود. مسئله بعدی آن است که این عناوین هفتگانه نسبی و همچنین اون عناوین دوگانه رضا و این عنوان امهات و نسائکم که به مصاهره است، هیچ کدام از اینها مقید به نکاح لغوی نیست. البته بعضی از اینها گذشت از اینکه معقود هستند منکوه هم هستند، ولی اونجایی که نکاح لغوی حاصل نشد فقط عقد حاصل شد، همین که عنوان مادر و خواهر و دختر و امثال ذالک صیغ بکنند حرمت می آید. هیچ کدام از اینها مقید به دخول و مقاربت نیست، برای اینکه فقط در ربیبه است که فرمود ربیبه زنهایی که اون زنها مدخول بها هستند. و چون در بین این گروه 13 گانه فقط در خصوص ربیبه فرمود و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، معلوم شود که این گروه از اون 12 گروه دیگر فرق میکنن. اونها همین که عنوان حاصل شد حرمت نکاح می آید، ولی ربیبه این چنین نیست. ربیبه زنی که مدخول بها باشد حرام است. و چون این قید را در خصوص این صنف از اصناف 13 گانه ذکر فرمود، نه بقیه اصناف 12 گانه دیگر، معلوم می شود همین که این عناوین 12 گانه صادق باشد حرمت نکاح است، خواه اینها معقوده باشند خواه منکوهه. مطلع بعدی آن است که در نوع این موارد بلا فصل و معل فصل شامل می شود، لذا جمع آوردن. در باره اخوات
مع الفصل و بلا فصل فرض ندارد. خواهر خواهر است، اما دختر چرا؟ دختر مع الفصل، نوه رو هم دختر میگوین، دختر دختر، دختر پسر، اینا هم دختر آدم هست. اما خواهر بیش از یک راه ندارد، دیگر خواهر مع الفصل نیست. اما مصادیقش متعدد است، با اینکه در یک رتبه است نه در طول، هم مصادیقش متعدد است. گاهی خواهر پدری است، گاهی خواهر مادری، گاهی خواهر ابوینی، هر سه صنف رو شامل می شود. اخواتکم هر سه صنف رو شامل می شود. این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، گرچه این درباره نسب هست و رضایی رو شامل نمی شود، برای اینکه در رضا فقط دونوان آمده، اما همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، برابر اون حدیث متفقون علیه و معمولون به که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، این مضمون که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یا ان الله حرم بالرضا ما حرم بالنسب، شامل اون عناوین دیگر هم می شود. یعنی همه اون عناوین هفتگانهی که در بخش نسب یاد شده اند، اگر عنوان رضایی هم پیدا کنن محرمن. پس این هفت عنوان چه نسبی و چه رضایی می شود حرام. پس دو عنوان از این عناوین سگانه تا حدودی اشاره شد. عنوان نسب بود که هفت صنف داشت و عنوان رضا بود که دو صنف در قرآن بیان شد و بقیه به عموم اون حدیث منزله جمعاً می شود هفت صنف. اما عامل سوم و سبب سوم که مصاهره است، فرمود به امهات و نسائکم، اگر کسی زن آدم به حساب آمد، زن شما به حساب آمد، به ای عنوان، یا به عقد دائم یا به عقد منقطع یا به ملک یمین یا به تحلیل، زن به حساب آمد، مادر زن حرام است. و امهات و نسائکم، اختلافی که هست این است که این که فرمود و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، آیا این قید دخلتم بهن مال هر دو صنف است؟ هم امهات و نسائکم را شان می شود، هم درباره ربائب که ابن جنید امثال ذلک فتوا دادن، یا درباره خصوص ربیبه است، اونی که معروف بین فقها است و نصوص هم او رو تثبیت می کند و ظاهر آیه هم اون رو تأیید می کند، این است که این قید مخصوص اخیر است نه شامل هر دو. اما اونی که ابن جنید و منطبهش که گروه اندکیان استنباط کردن، این است که ام زوجه وقتی حرام است که این تنها معقوده نباشد بلکه منکوه باشد. یعنی اگر کسی زنی را، دختری را عقد کرده است، گرچه ازدواج با مادرش جمعاً حرام است، در حینی که با دختر عقد کرده بخواهد مادر رو عقد بکند حرام است، ولی اگر دختر مرد یا طلاق گرفت و مدخول بها نبود، میتواند با مادر او عقد کند، مادرش رو عقد کند. این فتوا مردود است. از کجا خواستن استنباط کنن؟ از اینجا که آیه فرمود من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این قید دخول را هم به امهات و نسائکم ارجاع دادن، هم فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، همونطوری که ربیبه زنی که مدخول بها باشد حرام است نه مطلقا، مادر زنی که اون زن مدخول بها باشد حرام است نه مطلقا. این تام نیست به همون چند نکته. یکی این که این قید به همین اخیر می‌خورد، مخصوصا با افزودن یک جمله جدا، همود و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب این پیداست که به این نسای اخیر می‌خورد، نه نسای اول که او امهات و نسائکم. این یه ظهور حجتی است. گذشته از این که روایات فراوانی هم
همین معنا را دارد که ام زوجه مطلقا حرام است، چه اون زوجه معقوده باشد چه منکوهه. ولی درباره ربیبه البته هم نص داریم هم ظاهر قرآن به صورت صریح. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، معناش نیست که اگر غیر مدخول بها بود اون ربیبه حرام نیست، تا با روایات منافات داشته باشد. روایات میگوید به این که اگر مدخول بها نبود جمعا حرام است، البته عیناً حرام نیست. چون این محرماتی که در این کریمه یاد شدن اینا دو قسمت، بعضی هستن ذاتن محرم میشون مثل مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله اینها، بعضی ذاتن حرام نیستن جمعا حرامن. یعنی الان که شخص با یک زنی ازدواج کرده است با خواهر او نمیتواند ازدواج کند. حرمت اخت و زوجه جمعی است نه عینی. اگر زنش مرد یا مطلقه شد میتواند با خواهر زن ازدواج کند، اگر مرد که روشن است. اگر طلاق داد به طلاق رجعی باید این مدت بگذرد تا بعد از انقضاء مدت با خواهر زن ازدواج کند. و اگر طلاق بائن بود قبل از انقضاء عده هم میتواند با خواهر زن ازدواج کند. البته از اهل سنت اونها اصرار دارن که باید طلاق بائنم مثل طلاق رجعی عده بگذرد، ولی در نزد امامیه اینطور نیست. اگر طلاق رجعی بود باید عده بگذرد، چون مطلقه رجعیه به منزله زوجه است. وقتی به منزله زوجه شد اگر کسی زنش را طلاق داد به طلاق رجعی، گویا اون زنی که در عده است هنوز همسر اوست. اگر در عده بخواهد با خواهر او ازدواج کند این منزله جمع بین اختین است. ولی اگر طلاق بائن بود این بینونت حاصل می شود، هیچ ارتباطی با این شوهر ندارد، وقت این می تواند با اخت و زوجه ازدواج کند. بر تقدیر حرمت اخت و زوجه جمعی است نه عینی. در باره ربیبه هم همین طور است. در باری ربیبه اگر معقودت الاب بود با ربیبه جمعا حرام است نه اینن. حالا اگر چونچه مدخول بها نبود معناش این نیست که ازدواج با ربیبه جایز است، معناش این است که برابر نص. اگر چونچه این مادر مرد یا مطلق شد به طلاق بائن یا به طلاق رجعی ولی عدش منقضی شد، اونگاه میتواند با ربیبه زنی که غیر مدخول به هاست ازدواج کند. پس اون چرا که ابن جنید و گروه اندکی که هم فکر او بودن استنباط کردن که ام و زوجه وقتی حرام است که زوجه نه تنها معقوده باشد بلکه منکوه هم باد باشد، این تام نیست. از قسم سوم که مصاهره است، چهار عنوان در اینجا یاد شد. یکی امهات، اونها تربیت شدنش این نکته اخلاقی است، وگرنه نکته فقهیش روشن است. برای اینکه خود قرآن کریم بین دخول و عدم دخول فرق گذاشته، نه بین اینکه حالا فی هج باشد فی هج نباشد، اینا دخیل نیست، چی فی هج باشد چی فی هج نباشد. عمده آن است که مدخول بها باشد یا مدخول بها نباشد. مادر اون نقشی ندارد، اون فی حجورکم نقشی ندارد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فی لم تکونو دخلتم بهن، این لم تکونو که یک فعل منفی به لم هست نشانه استمرار نیست، نظیر و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون نیست. چون اون ما لم تکونو تعلمون یک ماضی منفی است که با مضارع آمیخته شده، ما لم تکونو تعلمون یعنی آینده هم این چیزی است که بشر بتواند
حرفهایی که انبیا آوردن از پیش خود در بیاره و از وحی بی نیاز باشه، این طور نیست. اما اینجا یک فعل منفیست که روی ماضی در آمده، فرمود فعل لم تکونو دخلتم بهنه، بنابراین استمرار نداره که گذشته رو شان بشود، نظیر بیعلمکم ما لم تکونو تعلمون باشد. گذشته از این که مقید کرده قبلا، فرمود من نساکم اللاتی دخلتم بهنه، بر تقدیر با اون آیه بیعلمکم ما لم تکونو تعلمون خیلی فرق. خب بس دو صنف از اصناف مصاهره رو بیان فرمود، یکی ام زوجه است، یکی ربیبه. بعد فرمود و حلال و ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی حلیله پسران شما، یعنی زنهای پسران شما. اینا رو میگن حلیل و حلیله، برای کل واحد برای یکدیگر حلالن، یحل بعضه و بعض، اینا رو میگن حلیل و حلالن. خب زنهای پسران شما برای شما حرامن، خواه این ابنا بلا فاصله باشد، بلا واسطه باشد یا محل واسطه. اگر نوه آدم ازدواج کرد، اون زنش بر انسان حرام است، نه هین از زوجیه. هین از زوجیه خب زنهای دیگر هم حرامن، بعد از اینکه او رها کرد هم باز حرام است. اون دیگه این است که فرمود و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، این که فرمود زنهای پسران صلبی، آیا برای اخراج پسران رضایی است یا نه؟ فرمان نه، این اصلاب در این فرزند صلبی در مقابل فرزند رضایی نیست که فرزند رضایی رو خارج کند. اگر یک کسی پسر رضایی داشت، این پسر رضایی او ازدواج کرد، زن پسر رضایی آدم بر آدم حرام نباشد، این طور نیست. این که من اصلابکم فرمود برای خارج کردن اون ادعیاست، یعنی فرزند خونده ها، تبنی شده ها، نه فرزندان رضایی. در سوره مبارکه احزاب فمود به ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اونها را که شما فرزند خود قرار دادید، اونها فرزند خونده شما فرزند نیستند. آیه سوم سوره احزاب این است که فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه فما جعل ازواجکم الله ای تظاهرون من هندو امهاتکم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. این تبنی شده ها، یعنی کسانی که بنوان بنوت انتخاب کرده اید، اینا فرزند نیستن. پس اگر نظیر زید ابن حارثه که تبنی شده و فرزند خونده پیغمبر صلی الله علیه وسلم محسوب می شد، او همسری داشته باشد بعد طلاق بدهد، زن پسر خونده حرام نیست، می شود با او با عقد شرعی ازدواج کرد. ولی زن پسر حقیقی آدم، حالا یا پسر صلبی یا پسر رضایی، این حرام است. پس این که فرمود و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، این ناظر است برای دفع توهم اون ادعیا و فرزند خونده ها، نه برای طرد شمول پسرهای رضایی، اینا به حرمت شما باقیست. و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، که این گروه سوم از گروه مصاهره است و دوازدهمین گروه از این مجموعه است. بعد فرمود و ان تجمعوا بین الاختین، این ان تجمعوا بین الاختین چون این تعویل مصدر می رود، این چین خواهد شد که و حرم علیکم الجمع بین الاختین. این هم نظیر اصل بحث دامنه دار است، چون عنوان نکاح یا عقد هیچی در او مطرح نیست. جمع بین اختین فروض فراوانی دارد، همه اینها حرام است، خواه هر دو به عقد دائم، خواه هر دو به عقد منقطع، خواه هر دو ملک یمین، خواه هر دو به تحلیل.
یا یکی به عقد دائم، یکی به عقد منقطع، یکی عقد دائم، دیگری ملک یمین، یکی عقد دائم، دیگری تحلیل، یا یکی عقد انقطاع، دیگری ملک یمین، یکی عقد انقطاع، دیگری تحلیل، یا یکی تحلیل، یکی ملک یمین، فروض فراوانی دارد که همه اینها چون مصداق جمع بین اختین است حرام است. مسئله نکاح یا عقد مأخوذ نیست تا سخن از انصراف و شمول بعضی از افراد و امثال ذلک بشود. جمع بین الاختین حرام است. خب این روشن فرمود که همه فروض را این عنوان میگیرد اولا، و اون چه که حرام است اخت و زوجه نیست، جمع بین الاختین است. حالا اگر یکی از دو خواهرها از شوهرشون جدا شدن، یا به مرگ یا به طلاق بائن، می شود با اون خواهر دیگر ازدواج کرد، اگر طلاق رجعی است که باید مدت بگذرد. این الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما دلیلی نیست که اختصاص به جمع بین اختین داشته باشد. شاید ناظر به همه این عناوین 13 گانه باشد. سرش آن است که اگر در جاهلیت یکی از این عناوین 13 گانه اتفاق افتاد، دو حالت دارد: یا فعلا هم اون اثر باقی است، یا فعلا اثری از او باقی نیست. اگر فعلا اثری از او باقی است، باید بقاءً منقطع بشود، نظیر اون چیزی که درباره ربا گفته شد که زر و ما بقیه من الربا، یا حضرت صریحاً اعلام کرد تمود همه اسناد ربوی باطل است، لکم رؤوس اموالکم لا تلدمون ولا تلدمون، یعنی قبلا اگر ربا گرفتید و سفری شد تمام است، ولی اسناد ربوی هیچ اعتباری ندارد، فقط اصل سرمایتون رو باید بگیرید. در باره نکاح ما نکه آباؤکم که آیه قلب بود، و نکاح این عناوین 13 گانه، اگر یه وقتی خلافی اتفاق افتاد در جاهلیت، اون مغفور است، و اگر ادامه دارد بود منقطع بشود. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که چون قانون اعتبار ما سبق نمی شود، اگر در جاهلیت چیزی اتفاق افتاد، این افراد مسلمان شدند، هم حکم تکلیفیشون این است که خدا از اینها می گذرد، الاسلام یجب ما قبله، و هم فرزندهایی که از این راه به جا مونده است، فرزندهای حرام نیستن، نمی شود گفت اینا زنا زادن، چون اگر این چین حکم می شد، بسیار دشوار بود جامعه ای را از این غیر حلال زاده ها تشکیل داد، و بود گذشته ها مورد مغفرت حق است. علای همه اینها حلال زادن، اگر بفرماید چه گذشته چه حال همه حرام زاده هم، اداره همچی جامعه ای مشکل است. اگر کسی چون همه اینها در جاهلیت که ازدواج داشتن رو رسوم جاهلی ازدواج داشتن، عقد شرعی که نبود، حالا به هر طریقی بود، البته یه رسمی داشتن، اون رسمها را اگر دین نپذیرد، لازمش این است که همه زنها از شوهراشون جدا بشن و همه فرزندها به عنوان غیر حلال زاده شناخته بشن، با این افراد نمیشه جامعه ساخت. پس فتحصله که اگر یکی از این عناوین 13 گانه قبلا اتفاق افتاد، فعلا ادامه دارد، بقاءً باید منقطع بشود. یک، و اگر بقاءً دامنه‌دار نیست، مربوط به گذشته است، هم تکلیفاً بر اساس الاسلام و یجب ما قبله اینا بخشوده الهی هم، و هم وضعاً این فرزندها حلال زاده تلقی می شوند. والحمدلله رب العالمین.